سلام بر بینندگی خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور برنامه امروز رو تحت عنوان چرا بازرگان نخست وزیری را پذیرفت خدمتون عرضه میکنیم اگر خاطرتون باشه برنامه ای رو عرضه کردیم در ارتباط با 25 سالگرد فوت مرحوم مهدی بازرگان که تحت عنوان نگاهی به راه طی شده پس از ربع قرن بود در ارتباط با اون مسئله سوالاتی بیشتری برای بینندگان بود که فکر کردیم از آقای منس بازرگان بیارند که در این ارتباط بتونیم اون سوالا رو مطرح بکنیم شاید سوال اول این هست که خب ماها یعنی بیننده پرسیده که ماها موقعی که منس بازرگان که دولتی رو تشکیل داد که مجموعی از نهزت آزادی و جبهه ملی بودند ما به امید اونها اعتمادی که به اونها داشتیم آمدیم رأی دادیم حالا چرا خود اه اه منس بازرگان یک همچین اطمینانی رو داشته اعتمادی رو داشته به بسا دستگاه روحانیت که عملا آمده دولتی تشکیل داده ما به امید اونها آمدیم خب سوال منطقی آقای بازرگان خیلی متشکر از اینکه تشریف وردید بتونیم سالاتی رو در ارتباط با دنباله بحث قبلیمون ادامه بدیم بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند ارز کنم که به قول معروف میگن ما اما آسان شود خب اون موقع واقعا آقای خمینی رو الله خمینی رو به این مقام و موقعیت کسی نمیشناخت در اون دوران بهشون حاج آقا روح الله میگفتن یک روحانی نسبتا جوونی در حوزه که شجاعتی داشت و حرفهای خوب تندی میزد که تناسبم در سطح سیاست و در واقع جرأت حوزه نبود ایشون رو بعدن که دستگیر کردن و خطر در واقع محاکمه و اعدامش اینا مطرح شد برخی از مراجع اون موقع آیت الله شریعت مدار آیت الله گلپایگانی آیت الله نجفی مرعشی یه نامه ای نوشتن عنوان آیت الله برای ایشون گذاشتن که دستگاه بفهمی که مثلا با یک مقام مثلا عالی رتبه حوزبی طرف هست و اینا کسی ایشون رو به عنوان مرجع اون موقع نمیشناخت طبیعتا خب مطرح نبود اونطور که همه بخوان از پیشینش خبردار بشن به خصوص اون که در اون دوران که اون به سلاقی آم پونزه خورداد سال 42 پیش آمد مهندس بازرگان و رهبرهای نهضت آزادی جفه ملی همه تو زندان بودن مرحوم پدر و آقای طالاقانی ده سال محکوم شده بودن ولی در زندان بودن ایشون رو که نمیشناختن آقای خمینی هم که بعد تبعید شد در 15 سال در نجف بود پس نه ارتباطی با هم داشتن از قبل که ایشون شناخته شده نبود هم سلک و هم لباس و همکار نبودن در حوزه سالیان دراز هم پونزه سال هم ارتباطی نبود بنابراین اینی که مثلا چرا نمیشناختن ایشون رو یه آدم شناخته شده ای به اون معنا نبود یه روحانی بود که خب بعدا مطرح شد هیچ چیز بدی در واقع از آقای خمینی در ذهنیت هیچ کسی نبود فقط مردم اون وجهه شجاعت در بیان اعتراضات به اون قانون کاپیتولاسیون که تصویب شده بود ایشون اعتراض داشت اولینش در واقع این حقی رو که به امریکایی میداد که هر کاری کردن تو ایران دستگاه های ایران حق ندارن اونا رو محاکمه بکنن اونا تو کشور خودشون یه نوع قانون توحش در واقع که اونا مستقلن یه جنایت هم بکنه ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه طبیعتا پس هیچ شناختی نبود که میگن چرا شما نمیشناختین ما به اعتماد شما به اینا اعتماد کردیم بعدم اون مثلا در آستانه انقلاب که بودیم ایشون تازه مطرح شد که یواش یواش در نفلوشاتو رفتن و اون موقع من به خاطر دارم یه بار مشهد اتفاق رفته بودیم به دیدار آقای آشخلی آقا تهرانی رفتیم که از طرفدارای آقای خمینی بود در مشهد و خیلی داشت داشته کتابایی هم چاپ کرده بود و ایشون من خوب به خاطر دارم که ازش پرسیدیم که ایشون چه جور آدمیه اون گفت که این ما تو حوزه که خدمتشون مثلا میرفتیم تو حجره ایشون مثلا ایشون حتی ما اگر مثلا پشه ای تو حجره مثلا تو اتاق میره پشه مگس میخواستیم بکشیم ایشون اعتراض داشت من از دیگرانم بعدا اینو شنیدم که انقدر احتیاط داشت که بلند میشد با عبای خودش این پشه مگس رو از حجره مثلا بیرون بکنه یعنی آقای هاش علی تهرانی برادر زن آقای خامنه ای هستن که از روحانیون خیلی مبرز اول انقلاب بودن و بعدم ایشون معترض شد و از رفت پناهنده به عراق شد و در رادیو در عراق علیه حکومت ایران اعتراضاتی میکرد حالا داستانش با. نفس جدید به خاطرشون نباشه ولی آش خلی تهرانی روحانی خیلی تندرو و معروف که اعتراضاتش هم بعدا علیه نظام فقاحت خیلی شناخته شده است و بعد خب برگشت تو ایران و برخوردار از مسئولیت ارتباط خانوادگی با آقای خامنه ای بود و بعدم دیگه خب فوت کرد یعنی میخوام بگم اون موقع هم کسانی که اظهار نظر میکردند روی پیشینه ی آقای خمینی بود که هیچ کسی هیچ نقطه ضعفی از ایشون ندیده بود بنابراین نه شناختی اون چنین بود نه اگر هم کسی میخواست تحقیق بکنه چیزی میتونست به دست بیاره که نه ایشون به حال این نقطه ضعف رو داره البته خبرم کسی نداشت در اون 15 سالی هم که در حوزه به یه تعداد قلیلی طلبه بودن چه درسایی دادن چون برای مردم جدی نبود که اون موازی که روحانی ها تو خودشون دارن چه آموزش های میدن چون اون نوع آموزش ها برای روشن فکر اصلا مطرح نبود چه فقهشون چه اصولشون چه مکاسب و شرایع و شرح و اینا اصلا اهمیت نمیداد البته چقدر خوب بود که کسی مطالعه میکرد که این درس ولایت فقیه و ایشون تو اوزن به اون طلبه ها داده بوده خود این مهم بود ولی رسم نبود ولی به هر حال همینطور که عرض کردم تا یک کسی به قدرت نرسه امکانات در اختیارش نباشه قابل تشخیص برای دیگران نیست حافظ یه شعر قشنگی داره یعنی یه نقدی البته به صوفیان زمان خودش میگه نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد <تصفح> ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد اون موقع صوفی ها اون خرقه ای که میپوشیدن و اون ادعاها میگه فکر نکنید هر کسی دائیه خدمت و اینا داره در واقع این بیغلقش باشه در واقع میگه صوفی ما که زورد ورد سحری مست, مست شدی دعاها و برنامه های سحری بعد میگه شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد یعنی اولش ممکنه با صبح آغاز بشه و یه ورد سهری سرخوشی مستی شب رو حالا پیگیر کن بعد بعد از این میگه خوش و بعد گرمه که تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد البته حافظ این رو در واقع به تناسب زمانه که صوفیان ادعاهایی داشتند به زبان شیرین فارسی بیان کرده که در واقع به ظاهر ادعای صوفیگری و عرفان و نمیدونم دین و اینها نمیشه کفایت کرد محک تجربه باید به میان بیاد حالا مردم هم تجربه کردن هیچ کسی رو نمیشه قبل از تجربه محکوم کرد که چرا خبر نداشتین که این صوفی ما چنین در واقع در میاد اینی که معما چو حل گشت آسان شود داوری ها هم میشه بعد از شناخت حاصل میشه که افراد در بوته آزمون ماهیت خودشون رو نشون میدن متشکر آقای بازرگان سال دیگه ای که مطرح هست این است که خب دولت موقت اومد سر کار آدم هایی بودن که مدیریت داشتن قدرت اجرایی داشتن و این باعث شد که این یه پلی باشه به عنوان حالا اسمش پل پیروزی بخوایم بذاریم برای جامعه و حاکمان روحانی بله که اینها بتونن در آینده از این استفاده کنن خودشون که کاری ولد نبودن به قول شما تو حوزه بودن دیگه خب آیا، یا با منطبتی بازرگان شناخت نداشته یا اگر شناخت داشته این سال برایشون مطرحی که چرا قبول کردی شما این مسئولیت اگر پیشبینی می کردی ممکنه این اتفاقات بیفته بله من یادم تو بار قبلم که برنامه داشتیم شبیه این سالم شده بود ببینید همطور که تو سال قبلیتون عرض کردم ارتباط و همسلکی و همسنفی و اینها وجود نداشته است دو طرف سالها در تبعید و زندان بودن اصلا فقط یه اسمی رو شنیده بودن اولین شاید برخورد اولین ملاقات در نفل بود که اونجا آقای متحری و اینها مطرح کرده بودن که اگر ما به موفقیت پیروزی رسیدیم فقط فلانی که مثلا تجربه ملی کردن صنعت نفت رو در زمان مصدق داشته مدیریت اون هیئت مختلط رو و بعدم یه چهره که هم مثلا جبه ملی و هم مذهبی ها هم گروه های روشن دانشگاهی همینا قبول دارن یعنی بیشتر مورد توافق مردم هست اونجا بود که رفتن یه ملاقاتی کردن با او و وقتی برگشتن گزارشی که به شورای مرکزی نهضت آزادی دادن گزارش آب سرد رو دست همه ریختن بود که جلسه گذشته عرض کردم که نه با ایشون اصلا نمیشه کار کرد او اهل مشورت و تبادل نظر و اینها نیست او در واقع مثل یک اهل فتوا مرجعی است که فقط میخوان بیان باش بیعت بکنه. نظر کسی رو نمیخواد و منم اصلا تیپم کسی نیست که با اینجور آدما بتونم کار بکنم ولی خب برها شاه از مملکت رفته بود مملکت به هم ریخته بود مسئولین فرار کرده بودن حسابای بانکی منتقل میشد به خارج واقعا همه چی در هم ریخته بود حالا یه کسی که یه عمری تو مبارزه بوده تو زندان بوده حالا یه مسئولیتی ازش میخوان تازه مسئولیت دائمی نبود دولت موقت یه مسئولیت موقت بود که این پنج کار رو بکنید یعنی یک همه پرسی برای تعیین رژیم از مردم و بعد تهیه پیشنویس قانون اساسی برای مملکت و بعد انتخاب مجلس مؤسسان تشکیل در واقع مجلس برای انتخاب رئیس جمهور رو تحویل بدین برید یعنی این نبود که بخوان برای هم میشه بمونن انجام پنج کار موقت بود همه چیزا رونده بود رو زمین البته ایشون مشورت کردن رفتن با مراجعی که بودن با رهبرای سیاسی موجود تنها کسی که مخالفت کرد آقای طالقانی بود گفت نپذیرین اینا وفا ندارن ولی همه موافق بودن خود ایشون هم با اینکه به سختی مخالف بودن مدتی هم طول کشید تا جواب مثبت به آقای خمینی بدن رغم خودشون این احساس وظیفه کردن هنوز ساواک بود هنوز قدرت سر جای خودش بود ممکن بود اعدام بشن دستگیر بشن ولی به عنوان یک تکلیف یک وظیفه ای که برای پنج کار اجرایی باید بیان به میدون تو دانشگاه تهران هم صحبت کردن گفتن که من اهل انقلاب نیستم آقای خمینی بولدوزره من فولکس واگنم یعنی اگه از من انتظار دارید جادهشم باید شما آسفالت کرده باشید یعنی میدونستن کار اجرایی کار تخریبی نیست که با بولدوزر آدم بیاد تخریب کنه گفتن که بچه تو رحم مادر باید نه ماه بمونه به پنج ماه چهار ماه بخوایم بیان بیرون این بچه از بین میره دوران سازندگی باید همتون همکاری بکنید ادعاها رو باید گذاشت کنار اگه اهلش هستید من گام به گام پله پله جلو میرم یعنی از اول موضع خودشون رو مشخص کردن برای انجام اون پنج مرحله که خب در اون مدت هم سه بار استفاده دادن دیدن نمیشه شورای نگهبان روحانی اونجا هستن و ویتو میکنن همه یه در واقع تصمیمات مجلس و ولی خب برها نه ماه هم بیشتر طول نکشید دولت ما الان چل سال گذشته در اون نه ماه هم که سه بار استفاده داده بودن برای اصلا تناسب نداشت این نوع همکاری که مردم بگن حالا ما اعتماد کردیم اولا مردم اعتماد به دولت موقت یا به معنیس بازرگان نکردن بله قشر دانشگاهی قشر روشنفکر اونها اعتماد کرده بودن درسته به اعتماد روشنفکرا و دولت موقت یه عده آمدن ولی این یه عده چند درصد جامعه بودن آیا بیشتر از یکی دو درصد بودن اونهایی که وقتی آقای خمینی آمد از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا دو طرف خیابون آدم جمع شده بودن اینا کیا بودن اونهایی که همون موقعی که مهندس بازرگان میگفت برای آقای خمینی چرا سه تا صلوات میفرستین برای پیامبر یکی همونها اعتراض میکردن چرا تضیف میکنید اونهایی که خمینی رو تو ماه میدیدن اونهایی که در واقع سر از پا نمیشناختن احساس میکردن زوریه پیامبر آمده وقتی که انقلاب توده ای شد تو طبقات مختلف مردم افتاد به عنوان یه مرجع تقلیدی که مورد مثلا تقلید فتواییشون نظر خداستی که ملت رفته بودن مردمی که به حال به عنوان یه امر دینی رفتن اصلا بعد از استفای دولت موقت وقتی مهندس بازرگانم توضیح دادن که چرا من استفا میدم به چه دلیل استفاده میدم چون نمیشه کار کرد دخالت از بالا وجود داره شورای انقلاب چیکار میکنه چهار تا آدم پیدا نشده اعتراض بکنه که آقا چرا جلوی فعالیت دولت رو میگیرید یعنی اون موقع مردم یادشون رفته که دولت موقت یا مهندس بازرگانی که ملت انتخاب نکرده بود آقای خمینی وقتی تو بهش زهرا میاد دولت تعیین میکنه دولتم تعین دولت هم تعیین کرد یعنی دولت منتسب آقای خمینی بود طبیعتا وقتی میبین اونا همکاری نمیکنن از بالا سر دولت دخالت میکنن خب استفاده ده یعنی برای امر اجرایی داب شدن قبول کردن به سختی وقتی دیدن اونم نمیتونن بکنن خب کنار رفتن دیگه درسته که من تکرار میکنم که روشن فکر روش شناختی که فکر میکردن حالا انقلاب شده این گروه میان ولی خب همیشه انقلاب هم به اصطلاح فرزندان خود رو میخوره و همه انقلابات دنیا همینطور بده اون فرصت طلب افراتی و تون رو میان جلو و خیلی راحت جارو میکنند خیلی مچکه آقای بازرگان این سال باز مطرح سال دیگر که در مقابل منز بازرگان دو آپشن دو شقه بوده که میتونست انتخاب کنه در قبل از انقلاب یکی اینکه بختیار رو که شاه انتخاب کرده بود به عنوان نخست وزیر آقای مهندس بازگان میتونست تایید بکنه ولی ایشون به سمت آقای خمینی رفت اه این اه اه آیا به خاطر مذهبی بودن نزدیک بودن مذهبی بودن اعتقادات مذهبی به آقای خمینی بود که ایشون به اون سمت رفت یا مسائل دیگری ببینید حالا شاید نسل جوان امروز فکر کنن مثلا حالا آقای بختیارم مثلا مو از جبه ملی انتخاب شده بود بود بختیار موقعی در واقع نخواست وزیری رو پذیرفت که جبه ملی نپذیرفته بود در شورای جبه ملی هم دیگه دیدن خیلی دیر شده یعنی موقعیت خودشون از دست میدن انقلاب شده و دیگه مردم نمیپذیرن که در واقع یک کسی بیاد نجات بده اون رژیم رو بختیار شخصا این ماموریتش شاه رو پذیرفت و آمد جلو یعنی در واقع بختیار نماینده اپوزیسیون نماینده مردمی که حالا به غلط یا درست انقلاب کرده بودن نبود بختیار رو به عنوان اینکه در واقع یکی از سلاگزینش های شاه تلقی کردن با وجود این با وجود این با بختیار تماس گرفتن برای اینکه بختیار رو ابقا بکنن یک کتابی اتفاقا شادروان دکتر یزدی نوشته به عنوان آخرین تلاش ها در آخرین روزها که در واقع جزئیات این ماجراست با آقای خمینی تماس گرفتن که بختیار میاد اونجا شما ابغاش بکنید آقای خمینی گفته بود که بختیار به شرطی که استفا بده با بختیار هم صحبت کردن یعنی برای که همون بختیار بمونه بمونه ولی در واقع مشکل این بود که اگر بختیار بمونه خب نماینده شاه بود به آقای خمینی یا بقیه انقلابی نگران بودن که دو مرتبه مثل زمان مصدق که مصدق به اوج اون قدرت و محبوبیت رسید ولی به راحتی سرنگون کردن با یک کودتا همیشه این ترس و نگرانی وجود داشت میگن مارگزیده از ریسمان سیاسفید میترسه همش این نگرانی وجود داشت که دو مرتبه برگرده رژیم به خاطر همون آقای خمینی پذیرفت که آقای بختیار بره پاریس اونجا استفا بده آقای خمینی اون رو ابقا بکنه یعنی حالا دیگه به عنوان نخواست پذیر پذیرفته شده مثلا حالا اون رهبر انقلابی که همه اینا رو آقای خمینی پذیرفت با بختیار هم مهندس بازرگان صحبت کردند بختیار یه سخنرانی کرد اینجا تو رادیو که من دارم میرم و مستقیما با آقای خمینی صحبت کنم خیلی محترمانه در واقع احترام هم گذاشت و که در واقع مشکلات رو با ایشون بررسی کنیم حل بکنیم همه چی درست شده بود همه چی خوب پیش رفته بود آقای خمینی هم پذیرفته بود یعنی در واقع مهندس بازرگان از اون به پست نخست وزیری که به او عرض شده بود گذشتن برای اینکه بختیار بشه چون اصلا ایشون معتقد به این حرکت های زود و زور و ضربتی انقلابی نبودن معتقد بودن که پله پله باید امور به ملت محول بشه واگذار بشه قدرت ناگهانی انجام نمیشه ولی متاسفانه در آخرین لحظات اون روحانیونی که تو دانشگاه تهران چل تا از روحانیون در واقع تحسن کرده بودن اونا متوجه میشن تماس میگیرن با شاتو میگن آقا همه چی دیگه داره میرسه یعنی ما چون که صد آمد نوتن پیش ماست دیگه این سیب داره میرسه تو دامن ماست یعنی همه چی تموم شده چرا شما به یک پله عقبت دارین رضایت میدین شاه هم رفته مملکت هم در هم پاشیده و قدرت دست ملت و یعنی ما نزدیکیم که به صلاح به نهایت پیروزی برسیم آقای خمینی رو قانع میکنن که کنسل بکنه که آقای خمینی هم اعلام میکنه که نه ایشون بیاد من نمیپذیرم خیلی هم آقای بختیار عصبانی میشه مرحوم پدرم خیلی عصبانی شده بودن و تا یعنی چی من نمیفهمم که یه مرجع چطور میتونه حرف زیر حرفش بزنه زیر قولش بزنه یه هم چی چیزی رو مطرح کرده این بیچاره رفته تو تلویزیون آبروی خودش رو برده پیش طرفدارش گفته من میخوام خدمت ایشون به نجف برسن آقا مگه میشه یک مسلمان زیر حرفش بزنه زیر قولش بزنه البته بعدم که بهشون این انتقاد و منتقلی که حرف من که حرف خدا نیست آیه آسمانی که نیست من مسلحت ملت رو میبینم ما یه حرفی زدیم پس میگیریم رو. یعنی در واقع کسانی انتظار دارن که چرا با آقای بختیار نخواستن قضیه کاملا برعکس بوده ایشون میخواستن که بختیار بشه تا یه مدتی هم اون باشه سر فرصت این سخن و بارها گفته بودن که یک سیستمی رو که داره کار میکنه به هوای یک نظامی که هنوز جانشین نشده به هم نزنیم یعنی اصلا معتقد نبودن که ارتش، شهربانی، ادارات همه اینا منحل بشه مملکت هرکی برکی بشه، بلبشو باشه که یواش یواش به تدریج انقلابیون به قدرت برسن اصلا به این شیوه باور نداشتن یعنی ترجیح میدادن که حالا اگر بختیار هم نبود همون شاه از برخی اختیاراتش صرف نظر بکنه همونطور که تو قانون اساسی بود پله پله جامعه عوض بشه به انقلاب نکشه در واقع این پاسخش به نظر من کسانی که تاریخ میدونن خیلی روشنه یعنی این نبوده که وقتی رو بذارن کنار بخوان به آقای خمینی قضیه جور دیگه ای بود واقعیتش تشکر. آقای بازرگان مرحوم پدر ایشون خوب سابقش هست که موافق بودند که شاه سلطنت بکنه ولی حکومت نکنه نظر اصلیشون این بود ولی کم کم میبینیم ایشون سوق پیدا کردن که نه شاه باید خل بشود و اینکه خب با این خل شاه در واقع ایشون رهرو انقلاب شدن یعنی به سمت روند انقلابی پیش رفتن تا اینکه اون گرایی رو که ما میشناسیم از منزمتی بازرگان شاید اجرا نشد این سوال مطرح است بله ببین این تزی که شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت این از حدود سی سال پیش مطرح شده بود یعنی زمان جبهه ملی هم جبهه ملی این برنامهش بود که در واقع اون اختیاراتی که شاه داشت که فرمانده کل قوا هم بود و اون وظایفی که نخست وزیر معمولا در همه جای دنیا به عهده داره او همه رو قبضه کرده بود جپ ملی در واقع مطالبه همین رو میکرد مصدق هم در واقع تمام برنامهش همین بود این شعار جپ ملی بود وگرنه نه مرحوم پدر در همون دادگاه سال 1342 دادرسی ارتش که محکوم شدن به ده سال در واقع اونجا در آخرین دفاعیات که نذاشتن البته این دفاعیات انجام بشه که بیرون به صورت کتاب بدن در اومد این بود که چرا با استبداد مخالفیم این کتاب به صورت 3400 صفحه فکر میکنم بعدا منتشر شد یعنی اونچه که مخالف بودن مسئله فرد اصلا نبود مسئله در واقع استبداد بود دیکتاتوری بود که در واقع اون موقع ده ده حاکم بود این در واقع یه بود قضیه که هیچ ایشون طرفدار سلطنت نبودن به هیچ وجه نه بلایت فقیهش نه سلطنتیش به هیچ شکلی از حکومت فردی باور نداشتن این یه طرف قضیه طرف دوبارشون بوده هیچ وقتم با انقلاب همراه نبودن اتفاقا در واقع بزرگترین انتقادی که به ایشون میشد هم از ناحیه گروه های وابسته به روحانیت گروه های هم گروه های چپ و هم گروه های مبارزی که تو صحنه بودن یعنی من به خاطر ندارم که هیچ گروه سیاسی موافق نظر ایشون که پله پله باید باشه سنگر به سنگر موافق بوده باشه بزرگترین ایرادم این بود که این دولت انقلابی نیست هم آقای خمینی بعد از اینکه دانشجو سفارت گرفتن که از اول ما اشتباه کردیم از اول باید یک دولت جوان انقلابی انتخاب می کردیم این بزرگترین اشتباه ما بود خدا باید از ما بگذرد دیگران هم گروه های دیگه هم همینطور حالا من اسنوی برم حتی یه بار ایشون اعتراض وقتی به کشدارهای خلخالی کردن یکی از مبارزین چپ بسیار معروف ایشون اعتراض کرد به پدر که هر انقلابی یه جلاد هم میخواد شما که اهل این کار نیستیم ولی انقلاب شوخی نداره یعنی در واقع اون گروه هم که بعدها دیگه جهتشون رو عوض کردن اول انقلاب همه طرفدار بودن کارهایی که خلخالی میکرد مورد قبول بخش اعظم ملت بودن همه کیف میکردن که میبینن مثلا ده تا از اون مثلا افسرها کشته شدن ادام شدن یعنی مردم میخواستن زودتر خلاص بشن این مهره ها از بین برن که من بادام مثل سال سی و دو, دو مرتبه برگردن به قدرت برسن فضا اصلا یه فضای دیگه بود انقلاب وقتی توی جامعه اتفاق میفته اصلا اون شیبه های تحمل و تساهل و تدریج و تعامل اصلا این چیزا وجود نداره طبیعتا تو اون فضا اون چیزی که حاکمیت داشت به این شکل بود نا. و دولت موقت یا شخص مهندس بازرگان اصلا یعنی اینو نه به عنوان امروز مثلا بگیم که سری این نقطه منفی یا مثبتی بوده ایراد اصلی این بود که همراه انقلابیشون نیست که حتی از خود نهزت آزادی هم حدود 13 نفر انشاب کردن اعتراض کردن نه گروهی م... حتی دیگه از خود نهزت آزادی هم به عنوان که دولت موقت انقلابی عمل نمیکنه یعنی حضرت امام مثلا انقلابی تر باس... مثلا امپریالیزم مثلا بیشتر درگیر میشه یعنی تو اون فضا ایراده به دولت موقتی بود چرا انقلابی نیست پس نه طرفدار انقلاب نه طرفدار سلطنت مشکل بان. جوری دیگه بوده خیلی آقای بازرگان یه نکته دیگری که سوالی که مطرح هست در از این هست که خب آقای مهدی بازرگان در صحنه بود چطور و وجود ایشون شاید موجب به اصطلاح تثبیت تز ولایت شد که در واقع یه حکومتی از نوع سلطنتی است مطابق قرون وسطایی در واقع یعنی چیز فرق چندانی نداره شناختی که از آقای مهندس بازرگان هست اینه که ایشون دموکراسی و به اصطلاح اون سیستم گام به گامی رو که شما گفتید معتقد بود چطور یک همچین چیزی رو ایشون پذیرفت چطور تزه ولایت فقیه رو ایشون قبولش کرد یا مجبور به قبول شد نه هیچ وقت قبول نکردن ببینید تزه ولایت فقیه روندش رو اگر در نظر بگیریم اولا اون پیشنویسی که دولت موقت تهیه کرد اصلا ولایت فقیه جز اون نبود پیشنویسی که باید مردم یعنی در مجلس بررسی قانون اساسی تصویب میشد تو اون اصلا نبود و آقای خومنی هم دادن و اونم دو تا ایراد کوچیک گرفت گفت رو به همه پارسی بگذارید که البته مخالفت کردن که کجای دنیا قانون اساسی که آره یا نه نیست باید بند به بندش و مردم نظر بدن بالاخره حالا داستان مفصله توی یکی از این برنامه ها بنده توضیح دادم این جریان تغییر قانون بررسی مثلا مجلس بررسی قانون اساسی که چگونه تبدیل به مجلس خبرگان شد و روحانیون رو راه یافتن. اون مجلس پیشنویس رو کنار گذاشت تز ولایت فقیه رو در دستور کار خودشون قرار دادن و اونا تصویب کردن بعدا هم چند سال بعد که ولایت مطلقه فقیه شد از اول دولت مخ... موقت مخالف این بود و در همون ایام یک جزوه هشتاد و سه چار ای نهزت آزادی منتشر کرد که خب نقش امدهشم یا بخش اعظمش هم خود ایشون تهیه کرده بودن تنها تنها جزه ای که تنها نوشته ای که در طول این مدت شاید چل سال منتشر شده من ندیدم دومیش حتی <applause> همون جزوه ای است که نهضت آزادی منتشر کرد تحت انبان ولایت فقیه از دید فقهی از دید قرآنی از دید عقل منطق سیاست هر فصلش از یه زاویه ای که چرا ما با اتفاقی مخالف هستیم این <applause> هشتاد صفحه هم هست شاید اگر کسانی سرچ بکنن در وبسایت سایت آزادی میتونن ببینن این اتفاقا آقای دکتر کدیبر چند وقت پیش یه مقاله ایشون نوشته بودن که در اون دورانی که کسی جرأت نداشت که کوچکترین ایرادی به یه جزئی از مثلا اون اندیشه های آقای خمینی که در اوج قدرت بود بگیره ایشون گفت الحق و الانصاف باید بگیم تنها گروهی که به صورت به صلاح علمی استدلالی تزه بلاد فقیر رد کردن نهزت آزادی بود مهندس بازرگان بود که در واقع از طرف نهزت آزادی به خاطر همینم در طول این سالیان دراز مرتب مورد حمله و حجوم بود و اعتراض میکردن ولی چون جزء منطقی بود و اصولی بود دوشنام و فرش نبود نمیتونستن باانه بکنن ولی خب چون میدونستن که در برابر این تزه به انواع و اشکال مختلف در واقع حمله میکردن و حجوم آوردن و دستگیر میکردن دیگه. خیلی ممنون آقای بازرگان اخیرا یکی از آقایون اصول اصلاح هم ایشون صحبتی کرده در این ارتباط که خب سه بار آقای بازرگان استعفا داد و خب بار آخر قبول شد چرا بعد دوباره ایشون اقدام کرد به اینکه کاندید بشه برای ریاست جمهوری خیلی فرق نکرده اوزا نسبت به اون موقعی که ایشون استعفا داده بله طالب به جایی البته ببینید اوضاع خیلی فرق نکرده بود همچنانم میدونیم و میبینیم و تجربه کردیم که در نظام ولایت فقیه رئیس جمهور هیچ کار است به قول آقای دکتر خاتمی در واقع پیشکار و خدمتگذار ولایت فقیه میدونیم در نظام متمرکز ولایت فقیه عملا کاری ندارن ما همینا رو تجربه کردیم ولی یه نکته ای رو شاید توجه بش نکردن اون منتقدین که دولت موقت یا شخص مهندس بازرگان در اول انقلاب برگزیده آقای خمینی بود نه ملت اینا توجه نمیکنن با رأی ملتشون اون دولت موقت رو تشکیل نداده بود پیشنهاد شورای انقلاب و با نصب آقای خمینی که در بهشت زهرا گفت که دولت دولت تعیین میکنیم چیکار میکنیم دولت موقت انتخاب شد بنابراین دولت موقت عملا نمیتونست که مقابل رهبری قرار بگیره ولی وقتی که اون دوران گذشت که استفام دادن و استفاشون هم دیگه خونده شد وقتی مسئله ریاست جمهوری مطرح شد ایشون در درون نهزت اعلام آمادی کردن که میخوام کاندید بشن تو شورای نهزت اکثریت مخالفت کردن شرایط به قدری سخت بود علیه نهزت دوران سرکوب گروه های مختلف بود از جمله مجاهدین کشتارها انفجارات نمیدونم این مجموعه چون بالا گرفته بود دوستان همه نگران بودن که اینطور وقتی مقابل اونها قرار بگیره به رهبر یک حزب دبیر کل یک حزب این در برابر ولایت فقیه ما الان توان مقابله با اونها رو نداریم روزنامه ها همه هر روز داشتن مقاله می نوشتن یعنی مسئله قبض کردن قدرت مطرح بود جناهای های تند که داشتن رو کار می آمدن شورای نهضت آزادی مخالفت کرد با کاندیداتوری ایشون و ایشون هم گفتن که من باید حتما کاندیدا بشم که از حقوق اقلیت دفاع بکنم اینا داره حقوقشون پایمال میشه اقلیت های دینی مذهبی اقلیت های نجادی یه نفر باید باشه که از این اعدام ها از این مسادره ها دفاع بکنه ولی متاسفانه خود نهزت نپذیرفت و ایشون هم کاندید نشدن اینی که میگن چرا کاندید شدن نهزت اون موقع تصمیم گرفت به آقای حبیبی که برگزیده جناح های صحابی بود های صحابی هم که اینا از نهزت در واقع انشاب کرده بودن متاسفانه به همچین راحل اشتباهی رسیدن و آقای برحال کاندیدی که بعدا نشون داد که به اون جناح لحوزش پیدا میکنه انتخاب کرد ولی بعدها که در دوره بعد بعد از بنی بود فکر میکنم کاندید شدن خیلی شاید این ایراد گرفتن که چرا اون موقع کاندید شدن که شرایط که عوض نشده بود علتش این بود که خیلی فرق میکنه به عنوان انتصاب آقای خمینی آدم در رأس قدرت اجرایی باشه یا اکثریت ملت رأی داده باشن این خیلی فرق میکنه که با چه زبانی آدم داره حرف میزنه گزیده رهبر انقلابی که قاعدتا نمیتونه در برابر اون باعثه. ولی وقتی که پشتوانه مثلا فرض کنید 15 میلیون 20 میلیون رای باشه این تفاوت میکنه نمیگم حتما موفق میشه چون اینا اهمیتی به آرای مردم نمیدادن و نشون دادن چه در دوره بنی چه در دوره های دیگه که اصلا براشون مهم نیست اعتقاد ندارن ولی حداقل چون ایشون میخواستن برن تو میدان به صلاح مبارزه با این تنگ نظری ها کاندید بودن که برن این توجه به این شرایط ندارن که با قدرت مردم انتخاب شدن حالا نه اینکه حتما مردم انتخاب میکردن یه بحثی دیگه است ولی بالاخره آدم سیاسی باید جرأت بکنه بره به مسافه و حال سختی ها و مشکلاتی که وجود اه. داره مسئله رسیدن به قدرت نیست مسئله این که بالاخره باید کاری کرد برای این انرفاتی انفرا... که پیش میاد خیلی متشکرم ایشون آقای بازنگان خب سابقه طولانی قبل از انقلاب در مقابل در ارتباط با مخالفت با استبداد سلطنتی ایشون داشتن و بعد از انقلاب سوال اینجاست که ایشون چرا آیا این درست هست ایشون در مقابل استبداد مذهبی استبداد مذهبی ایشون چندان مخالفت نکرد یا حداقل به صورت خیلی زیادی که آنطور که در مقابل شاه زمان قبل از انقلاب انجام میداد به اون صورت ایشون مقابل استبداد مذهبی نیستاد خب ایشون احتمالا جوان حتما اصلا سال کننده شاید خبر ندارن که در این چل سال چه گذشته به خاطر همون بیانیه درباره ولایت فقیه که از همه زوایا و جهات مختلف ولایت فقیه و چه ولایت فقیه عادی چه بعدن که ولایت مطلقه شد رد کرده بودن و بیانیه های متعددی که بعد از فتح خورمشهر در مورد ادامه جنگ میدادن خبر ندارن که شاید هیچ ماهی نبود که یه ای علیه عملکرد تنگنظرانه ای که حاکمیت داشت نهزت اعتراض نکرده باشه و این همه حملاتی که به ساختمان مرکزی نهزت آزادی در خیابان تختابوس میکردن و های گسترده ای که از همه مسئولین بود یه بار سال 61 در واقع سران نهزت رو دستگیر کردن یه بار سال 63 دستگیر کردن تعدادی رو یه بار سال 67 که بندم در اون موج بودم تا دو سال نگه داشتن که بخش عمدش در سلول انفرادی بود و مثلا اتاقای دربسته یه بار سال 80 یه بارم سال 88 یعنی حداقل پنج بار دستگیری های گسترده اعضای نهزت رو داشتن صرف نظر از حملاتی که میکردن تمام اسناد و مدارک رو ببرن در پنجره رو بشکنن افراد گروگان بگیرن حتی در شهرستان ها که نهزت داشت یا سفرهایی که حتی ایام نوروز اعضا میکردن مورد مثلا حملات این گروه های خودسر شهرستان قرار میگرفتن یعنی در این چند دهه دو سه دهه سه چهار دهه بین پتک و سندان بود نهزت آزادی یا در واقع مهندس بازرگان ولی خب امکان توزیع بیانیه ها وجود نداشت نه رادیو تلویزیون میگفتن یه حزبی هم که در حد به قول خود اطلاعاتی ها میگفتن در حد بخور نمیر شما رو میذاریم باشه که هم پوز اینکه یه اپوزیسیونی هست بدن و همین که حق عضویری حق کار با جوونا حق توسعه تشکیلات ندارین طبیعتا امکان نبود دو سه هزار تا فرض کنید یا بیانیه چاپ میشد کجا آقای حزبی وقتی برخوردار از انتشار گسترده و توضیح کافی نیست چطور میتونه پیامش رو برسونه بنابراین خیلی مطلع نشدن ولی کسانی دوست داشته باشن همه این اصلا چاپ شده اسناد سال به سال تمام بیانی هایی که شاید در سال مثلا بیش از 100 تا بیانیه در اعتراض به اون عملکرد حاکمیت بوده ده. این نیستش که مثلا سکوت کرده و هیچی نگفته علیه اینا از اول تا آخر تداوم جنگ و ولایت فقیه و به خاطر همینم بوده که این همه فشار و در واقع سختی وارد کردن بر این تشکیلات در ارتباط با همین به یه صورت دیگری سوالی هست آقای بازرگان که خب آیا دولت موقت سکوت کرد در مقابل ادام هایی که خلخالی و امثالش در دادگاه انقلاب انجام میدادند و اینکه محاکمه فرماندار نظامی تیمسار رحیمی و حضور آقای یزدی اونجا اینها همه سال برانگیزه که نهضت آزادی و دولت موقت چه موقعیتی چه نظری نسبت به این اتفاقات داشت ببینید خیلی مشکل این چیزای تاریخی رو از یه منظر دیگه ای از یه زمان دیگه ای آدم بررسی کنه مردم امروز فکر میکنن که دولت در واقع همه کار است اون موقع دولت موقت در یکی از این برنامه ها هم عرض کردن که در واقع آقای محمد منتظری که از انقلابیون تندروی اون موقع بود با دیوی نفر از یارانشون رفتن فرودگاه بدون پاسپورت بدون ویزا بدون بلیت رفتن تو فرودگاه که یه هواپیما رو اون موقع در واقع مردم انقلاب کرده بودن که هر کسی هر کاری میخواد بکنه دیگه با هواپیما برن در جشن استقلال لیبی شرکت کنن که اون موقع من بودم در نخست وزیری آقای چمران زنگ زد به کمیته کمیته مرکزی برادر آقای مهدوی کنی بود که اینا دارن یه هواپیما رو میخوان بردارن برن لیبی اینا هیچ کدوم نمیشناسیم اینا اجازه ندارن تازه کمیته مرکزی گفتن که ما باید ببینیم حق ما دولت یا با اوناست کوچکترین اقدامی نکردن تنها کاری که نمایندگان دولت در فرودگاه مهرآباد کردن که نذارن اینا یه هواپیما بردارن برن اونا هم از اونجا تلفن کردن به لیبی جلود معاون قذافی اونم یه هواپیما فرستاد اینا رفتن 2300 نفر رقم دقیقش رو نمیدونم انقلاب کردیم که دیگه کسی به ما امر و نکنه دولت موقت حتی خود ساختمان نخواست و هم کسی نداشت اداره کنه بچه های خیابون پاستور که اصلا کسی اینا رو نمیشناخ اداره میکردن این توی یکی از برنامه ها بنده عرض کردم به تفصیل نه پلیس بود نه پاستا بود کسی نداشتن دولت موقت بنابراین این انتظار که اونا باید مثلا مقابله میکردن چنین چیزی اصلا امکان نبود یه بار در یک برنامه های تلویزیونی که چهارشنبه مهندس بازرگان چهارشنبه شب تلویزیون داشت گفتم ما چاقوی بی دست چاقو هستیم که دستش رو دست ما دادن تیغش دست کسان دیگه است یعنی همه همه کاره بودن دادگاه های انقلاب آقای خلخالی خودش هر کاری دلش میخواست بکنه کاری به دولت موقت نداشت حتی دارم که محاکمه کردند مخفیانه بود تلفن زندان قصر رو هم قطع کردن که دولت متوجه نشه که چی کار دارن میکنن یعنی دو تا جریان بود خبر ندارن که دولت اون موقع انقلاب شده بود دولت بعد از انقلاب کاری نیست به هم ریخت اون سیستما بنابراین کارهایی که خلخالی میکرد دادگاه های انقلاب اینا همه پیرو منفیات فقیهانه بودن ربطی نداشت آقای خلخالی بعدن گفت که همه کارهای من با اجازه و با رضایت آقای خمینی بود اینا رو خیلی مشکله که نسل جوان امروز بپذیرن اینا رو همه رو در واقع با هم دارن قاطی میکنن اما اون اشاره که نه. کردین به دادگاه اینم باز فکر میکنن که مثلا دکتر یزدی رفته محاکمه کرده نصیری رو یا مثلا فرمانده نظامی تهران اصلا همه اینا زیر نظر خلخالی و دادگاه انقلاب بود اون موقع همه توی مدرسه رفاه جمع شده بودن هم آقای خمینی اونجا بود هم دولت موقت یکی از اتاقای اون مدرسه رفاه هنوز نرفته بودن تو ساختمان نخواست وزیری و همه اونا که دستگیر میکردن دانه درشتاشون شخصیت بالا تو طبقه دوم مدرسه رفاه دو تا اتاق آخر راه رو بود توی اون این افسرا و اینا همه اونجا بودن یعنی یه اتاق آقای خمینی بود یکی و تا مثلا که فعلا انتخاب شده بودن تو همون راه رو هم اونا گرفته بودن اونا که پایین تر بودن طبقه همکف یا انتهای اون مدرسه فقط آخر اون خیابون سقاباشی خونه خیابون ایران بود که مدرسه آه. رفاه بود همه چی اونجا بود خبرنگارا از در و دیوار می آمده که همه ملت انقلاب کردن میخوان ببینن کیا دستگیر شدن ها آمدن که تو رو خدا اجازه بدین ما بریم اونجا با اونا صحبت کنیم خبرنگارم که خب حق نداریش خودش بره تو یه اتاق مثلا فرض کنید پای متر در هفت متر دارن اندازه یه کلاس مثلا همه اینا دور تو دیوار تکیه داده دادن من خودم هم اونجا بودم اتفاقا تو همون جلسم هم که میگه من خودم حضور داشتم نه اینکه از کسی همه رفته بودیم تماشا ببینیم چی اونا گفتن یه کسی از اینا سوال بکنه اون موقع هم تو مدرسه دکتری یزدی اینا بودیم میزم اون وسط گذاشتن یه آقای دکتری هم بود مترجم بود و اینا سوال شروع کردن از نصیری از نمیدونم رحیمی از دیگران اصلا نه جلسه محاکمه ای بود نه چیز دیگه ای فقط چون مردم تشنه اخبار بودن میخواستن ببینن انقلاب شده بود که کیا گرفته شدن اون موقع هم شهره دکتر این که با آقای خمینی آمده بودن و به صلاح معروف بودن ایشون خب این سوالات رو کرد تمام اون چیزهایی که دیگه در آوردن که ایشون مثلا زده تو گوش اون رو نمیدونم چی کار کرده و اینا دیگه همه قصه است که بعدا در حداقل من چون خودم کارایی بنده نبودم اونجا ولی بیسی نفرم همه تو اتاق جمع شده بودیم ببینیم که مثلا اینا چی میگن اونا چی میگن خودم شاهد بودم در واقع به عینه میتونم این رو شاهدت بدم که کوچکترین چیزی از اونا که میگن صحت نداره ده. که مثلا الان دکتر یزدی محاکمه کرده یا کوتکی زده البته سوالات سوالات تندی بود شما چرا این کاری کردین؟ چرا آدم کشتی؟ چرا این کاری کردین؟ خب انقلاب شده این شرایط عادی نیست ده. ما از یه فضای بیرون از اون نمیتونیم صحبت بکنیم بالاخره کسان زیادی ده ها ها نفر کشته شدن تو اون برخوردات اون حکومت نظامی فضای فضای به صلاح معمولی نیست فضای بعد از انقلابه که خب سالا می مقداری تونتر میشه خیلی به صلاح قربون صدقه توش نیست دیگه این رو باید در واقع دریافت آقای بازرگان یه سوالی که مطرح هست گروه های چف و ملی مذهبی ها جفه ملی افراد خب اینها در به سمر رسیدن انقلاب و شرایطی که الان هست خیلی ها فکر میکنن اینها ملت احتیاج دارد که اینها معذرت خواهی بکنن به خاطر اشتباهاتی رو که حالا دانسته یا ندانسته در این مسیر رفتن و الان بعد از چل سال اونها نگاه میکنن اون چی که اونها ایدئالشون بود نرسیدن بهش بله. اه... چی فکر میکنید شما؟ ببینید ما قول معروف نوبرش رو نهی تو دنیا انقلاب متعددی شده ببینید از هیچ مادری حالا اه... نشنیدیم که به خاطر یه درد زایمان بگیر من اصلا پشیمون شدم از بچه آوردن اون درد هست به جای خودش هیچ مادری مجبور به مذرت خواهی نشده که چرا بچهش وقتی میخواست راه رفتن یاد بگیره به زمین خود مثلا دندون شکست پاشخون آمد اینا یه امر طبیعیه هیچ مادری پشیمون نیست هیچ وقت از حضرت عیسی یا حواریون یک کسی نخواسته یا اونا رو محکوم نکرده که شما چه مکتبی را انداختید که تا هفش قرن به نام شما دادگاه تفتیش عقاید را انداختن هزاران هزار نفر رو کشتن شکنجه دادن دستگاه پاپ کلیسا چه بلایی سر نسل ها آورد چقدر مردم متنفر کردن از دین آیا اونها باید مذرت خواهی بکنن از اونچه که به نام مسیح مهربان انجام شد آیا مارکس و انگلس و اون فیلسوف های چپ باید به خاطر اون میلیون ها نفری که استالین کشت باید معذرت بخوان که راه سوسیالیزم و قدرت صلاح ملت ها رو مطرح کردن آیا پیامبر اسلام و مجاهدین اولیه و انصار باید عذرخواهی بکنند از اینکه داعش به نام اسلام آمد چنین کارایی رو کرد یعنی این یه امر طبیعیه در طول تاریخ که همواره از هر مکتبی از هر چیزی که مردم بهش اقبال بکنند سوء استفاده میشه این اصطلاح هواپیما روبایی رو میگن های جک کردن یکی از دوستان میگفت انقلاب ما هم هایجک جک شد انقلابو انقلاب رو دزدیدند انقلاب به سرقت رفت یک گروهی که نقشی هم نداشتن این سالهای آخر یواش یواش شیش مایه سال آخر اومدن به میدون دستاورد مجاهدت ها و زندانیان شکنجه ها اعدام هایی که در طول اون مدت شد به حساب خودشون ریختن وگرنه مردم برای چی انقلاب کردن برای آزادی بود برای عدالت بود برای ارزش های انسانی بود ولی به سرعت منتقل شد به نوع دیگه ای از استبداد حداقل ما تاریخ انقلاب فرانسه رو در پیش داریم خود انقلاب بودید 10 سال طول کشید 1779 زار نفت... تا ه طول کشید. و بعد یه مدتی نمیدونم جمهوری خواه ها اومدن دو مرتبه اونا رفتن ناپلئون اون کودتا کرد. پادشاهی دو مرتبه برگشت راکوپن ها اومدن گروه های افراتی تندرو روبسپیر در طول ده ماه که اینا حکومت داشتن چه کشتاری را انداختن روزانه شاید 500 نفر گیوتین می شدن دو مرتبه مردم انقلاب کردن 21 نفر از اینا رو کشتن از بین بردن دائما جمهوری دائما سلطنت بردهداری رو رواج رو 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 پیدا کرد فساد مالی فوقالعاده فرانسه با همسایگانش به جنگ افتادن تقریبا نیمی از جهان اون روز مثل امروز میگیم حالا ایران انقلاب مثلا انقلاب اسلامی یا اسلام سیاسی چطور منطقه رو هم زده به مراتب قوی تر از این این انقلاب فرانسه دامنگیر شد در طول نزدیک به یک قرن در واقع از درونش دموکراسی در نیامد ولی فرانسه این ابتلاعات رو پشت سر گذاشت تا در واقع یه کشور نمونه و طرفدار آزادی لیبرالیز در اروپا شد یعنی انسان چاره ای نداره تاریخ بر نمیگرده به عقب تاریخ رو ساعت رو نمیشه پیشون به عقب برگردوند دو مرتبه همون چیزهایی که تجربه شده آدم بخواد برگرده به همونی که بود کدوم بچه برمیگرده به دوران کودکی خودش ولی جوامع هم همینطورن ما 2500 سال رژیم فردی استبدادی داشتیم مسلمه وقتی که ظاهر یک رژیم عوض میشه فرد عوض میشه همون مناسبت ها حاکمه بنابراین نباید فکر بکنیم که حتما یه اشتباهی شده و دیگه باید برگردیم به همه اون تجربیاتی که بوده تاریخ به عقب بر نمیگرده باید از گذشته عبرت گرفت از همه این خرابی و تحول بزرگی هم اتفاق افتاده شاید 70 80 درصد اونا که اون افراط و تون ربیه رو داشتن الان برگشتن به اپوزیسیون برگشتن نقد میکنن گذشته خودشون به نظر من وقتی که از یک بلندی نگاه بکنیم یک فراز تاریخی به اونچه که انجام شده اینا در بلند مدت خیلی امیدواری هست اگه ایرانی باقی بمونه تجزیه نشه خدا کنه که برحال این مشکلاتی که هیچ دورم نیست اتفاق نیفته ولی فکر میکنم که تاریخ دنیا نشون میده که به هر انقلابی مثل یه زایمان یک عوارضی داره یک عمل میجریه برحال آینده امیدواریم که از زیر این خاکستر و این سختی ها ملت ما تجربیات بزرگی پیدا بکنه و یه آینده انشاءالله درخشانی داشته باشه خیلی مچکر وقتی نداری ولی خب همونجور که اشاره کردید این به نظر میاد یه عمل جراحیه که از نارضایتی ها انفجار نارضایتی ها ایجاد شده و خب امر طبیعی هم هست انقلاب و امر طبیعی تا حدود زیادی و غیر قابل پیشفینی اگه آقای منصفاز اگان میدید که اینطور میشه ممکن بود روش های دیگری را پیش میگرفت ممکن است ولی خب به حال طبیعی بهترین کار رو در بهترین زمان کردن ایشون دیگه خیلی متشکر اگه باید. مطلب دیگری هست بفرمایید وقت نداریم ولی انشالله که بتونیم در فرصت های آینده بیشتر بشکافیم مسئله را تشکر از شما, از شما خیلی متشکر باملون. از بینندگان عزیز خدا حافظ خدا نگهدار